یکی از پیچیده ترین المان هایی که در سکانس کلاس درس به چشم می خورد وجود دو نیمکره مغزی شکافته شده توسط یک سائقه یا میله زیگزاگی است که در کنار آنها تصویر یک اژدها نیز به چشم می خورد. این اژدها یا مار چیست؟ در وهله اول ممکن است چیزی به ذهن نرسد و صرفاً اژدها یک نماد چینی دانسته شود. لکن نکته مهم این است که در متون یهودی و عبری که به شدت مورد استفاده فراماسونری نیز می باشد، موجودی اژدها مانند یا افعی مانند موسوم به سرپنت مورد توجه یهودیان است. برای مثال، عصای چوبی حضرت موسی علیه السلام که هولی راد یا هولی استاف یا استاف آف موزز نامیده می شود، عصایی بوده است که به اذن خدا معجزات و کرامات متفاوتی از آن صادر می شده است که یکی از معروفترین آنها تبدیل عصای حضرت موسی علیه السلام به مار یا افعی یا اژدها بوده است. البته در تعالیم الهی این معجزات و کرامات از جانب خدا صادر شده است، لکن در متون ماسونی صهیونیستی این خواص عصا به عنوان خواص جادویی در نظر گرفته می شود. علی ای حال، ارتباط عصای چوبی حضرت موسی علیه السلام با مار یا اژدها ارتباطی مشهور و معروف است. به همین دلیل در نمادهای مختلف یهودی، صهیونیستی و ماسونی مار افعی یا اژدها سرپنت به کرات مورد استفاده قرار گرفته است. برای مثال در تعالیم ماسونی صهیونیستی و در حین ترسیم درخت زندگی کابالا دور ستون میانی درخت زندگی یک مار افعی چنبره زده است. از سوی دیگر در تعالیم ماسونی کابالا افعی یا اژدها نماد حکمت، تعقل و دانش به شمار می رود. با توجه به مطالب فوق مشخص می شود که مار، افعی یا اژدها اهمیت بسیار زیادی در تعالیم ماسونی صهیونیستی کابالا، فراماسونری و برخی فرقه های یهودی دارد و به مسائلی مثل حکمت، عقل، دانش، جادو و غیره پیوند خورده است. با توجه به این موضوع می توان به رمزگشایی دقیق تر نماد افعی یا اژدها در انیمیشن I Pet Goat 2 پرداخت. نماد افعی یا اژدهای موجود در انیمیشن در چند لایه رمزگذاری شده که به صورت مرحله به مرحله به رموز آن خواهیم پرداخت. در لایه اول و در تحلیل سطح اول، نماد افعی یا اژدهای سرپنت که در کنار دو نیمکره مغز از هم جدا شده به تصویر درآمده است، این پیام را به صورت رمزی به مخاطب می‌رساند که فرایند کنترل ذهن و کانالیزه کردن تعقل بشر در عصر آخرالزمان تحت سیطره کامل تعالیم ماسونی صهیونیستی حکمت کابالا یا The Wisdom of Kabbalah قرار گرفته است و کابالا و فرزندان خلفش فراماسونری جهانی و ایلومیناتی اذهان مردم آخرالزمان را تحت کنترل خود گرفته و اداره می‌کنند. در لایه دوم موضوع کمی پیچیده تر است و ابتدا به توضیح بیشتری نیاز دارد. همان گونه که می دانیم هولی راد یا عصای حضرت موسی علیه السلام که در تعالیم الهی به عنوان یکی از معجزات الهی و در منابع ماسونی صهیونیستی کابالیستی به عنوان منبع جادو مورد توجه می باشد از جنس چوب بوده است. اگر به جای عبارت هولی راد از معادل آن استفاده کنیم عبارت هولی وود به دست می آید که بسیار هم‌آوا و همصدا با بزرگترین نماد صنعت فیلمسازی و سرگرمی ماسونی صهیونیستی دنیا موسوم به هالیوود است. این شباهت آبایی به حدی است که در رموزی که بعداً رمزگشایی می‌گردد نیز مورد اشاره قرار گرفته است. برای مثال مریلین منسون، خواننده و آهنگساز معروف شیطان پرست، یکی از مشهورترین آلبوم‌های خود را هالیوود چوب مقدس در سایه دره مرگ نامیده است. مریلین منسون، خواننده و آهنگساز معروف شیطان پرست آمریکایی، در خصوص نامگذاری آلبوم خود به چند وجه تسمیه اشاره می‌نماید. وی نام آلبوم مذکور را به این موضوعات ارتباط داده است. از یک سو عبارت هالیوود به نماد کمپانی معروف فیلمسازی هالیوود اشاره می نماید. از سوی دیگر عبارت هالیوود به چوب مقدس یا هولی وود که این چوب مقدس از دیدگاه مریلین منسون شیطان پرست
خودش مترادف نمادهای زیر است، چوب دانش که درخت ساخته شده از آن میوه سیبی پدید آورد که آدم علیه السلام از آن خورد و از بهشت اخراج شد، چوبی که مسیح علیه السلام بر آن به دار آویخته شد، چوبی که تفنگ اوزوالد قاتل کندی رئیس جمهور اسبق آمریکا از آن ساخته شده بود، چوبی که تابوت‌ها از آن ساخته می‌شوند و غیره. از توضیحات فوق میتوان دریافت که یکی از روش‌های رمزنگاری و رمزگشایی استفاده از هم‌آوایی و شباهت کلمات است که در مثال فوق به آن اشاره شد. حال به لایه دوم رمزنگاری انیمیشن باز می‌گردیم. در این لایه با ملاحظه افعی یا اژدها در تصویر زیر تخته سیاه در میابیم که این اژدها یا سرپنت نمادی منبعث از چوب مقدس هولیبود یهود و کابالاست که اشاره به درخت حکمت و دانش کابالا دارد و با توجه به هماوایی هولیبود چوب مقدس با هالیوود کمپانی بزرگ فیلمسازی آمریکا، این افعی یا اژدها در لایه دوم نماد هالیوود یا همان کمپانی فیلمسازی معروف است. به عبارت دیگر در لایه دوم تحلیل تصویر اژدهای سرپنت که زبان خود را به سمت دو نیم کره از هم گسسته مغز دراز کرده است و در وسط دو نیم کره مغز نیز یک رشته سائقه همچون چوب مارپیچ ملاحظه می‌گردد، به مفهوم این است که کمپانی ماسونی صهیونیستی فیلمسازی هالیوود و سایر نهادها و مؤسسه‌های تحت پوشش آن مانند بالیوود هند و غیره یک ابزار مهم کنترل ذهن افراد در سراسر جهان می باشند. اما در سومین لایه مسئله بسیار مهم و زیرکانه‌ای مطرح شده است. همان گونه که قبلا اشاره شد، یکی از مشهورترین آلبوم‌های مریلین مانسون، هالیوود، چوب مقدس در سایه دره مرگ می باشد که به لحاظ رمزنگاری یکی از پیچیده ترین آهنگ های شیطانی ساخته شده در تاریخ می باشد. این قسمت از انیمیشن با ارتباط برقرار کردن بین عبارات چوب مقدس و هالیوود تلاش کرده تا پیامی پنهانی در لایه سوم مخابره کرده و مخاطبین را به سمت آلبوم موزیک مشهور هالیوود در سایه دره مرگ مریلین منسون رهنمون سازد. گرچه در خصوص این آلبوم موزیک در بخش قبلی مقاله توضیحاتی ارائه شد و به منظور جلوگیری از اطاله کلام از تکرار آنها خودداری می نماییم، لکن موضوع جدیدی که در این بخش های اهمیت است تمرکز مجدد بر روی اسم آلبوم، یعنی هالیوود چوب مقدس در سایه دره مرگ، Hollywood in the shadow of the valley of death است، به طوری که قسمت دوم این عنوان یعنی در سایه دره مرگ، In the shadow of the valley of death، اشاره به بخش بسیار مهمی از عهد عتیق انجیل یعنی مزمور 23 داوود یا Psalm 23 می نماید. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world and we stand together to win the war against terrorism. Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for all whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. البته لازم به ذکر است که در آلبوم مریلین منسون نام آلبوم هالیوود چوب مقدس در سایه دره مرگ، Hollywood in the shadow of the valley of death است، در حالی که این عبارت علارغم شباهت بسیار زیاد با متن مزمور 23 داوود دو کلمه آن معکوس هستند، یعنی به جای عبارت دره سایه مرگ The Valley of the Shadow of Death موجود در مزمور 23 داوود، در آلبوم مریلین منسون عبارت سایه دره مرگ The Shadow of the Valley of Death به کار رفته است که اتفاقاً عمدی بوده و با توجه به شیطان پرست بودن وی برای دهنکجی به کتاب آسمانی انجیل این گونه نامگذاری کرده است. بنابراین در لایه سوم نماد افعی یا اژدهای انیمیشن یا سرپنت، این نماد به مزمور 23 داوود در انجیل اشاره می نماید. با این حال اشاره به این مزمور در کنار تصویر سائقه یا چوب دستی مارپیچ
که دو نیم کره مغز را از یکدیگر جدا کرده است، حاوی پیام‌های مهمی است که در سکانس‌های بعدی به آنها اشاره خواهد شد. لایه چهارم تحلیل این بخش مجدداً از دل ارتباط ایجاد شده بین افعی یا اژدها با چوب مقدس به دست می آید و با توضیحات مریلین منسون در خصوص آلبوم موسیقیش موسوم به چوب مقدس در سایه دره مرگ یا Hollywood in the Shadow of the Valley of Death مرتبط است. این ارتباط به شرح زیر برقرار می گردد. الف، در توضیحات آلبوم مریلین منسون ذکر شده است که چوب مقدس یا Hollywood همان چوبی است که از میوه درخت آن میوه ممنوعه سیب دانش پدید آمد و آدم و حوا آن را خوردند و از بهشت رانده شدند. با این توضیح و با توجه به دو نیم کره متزلزل شده در انیمیشن، این پیام رمزی منتقل گردیده است که چوب مقدس یا همان درخت ممنوعه مغز آدم و حوا را تکان داده و آنها را متحول نموده و به سمت روشنفکری یا ایلومیناتی برده است. البته همان گونه که قبلا گفته شد، نماد افعی یا اژدها یا سرپنت در تعالیم ماسونی صهیونیستی کابالا نیز همرده چوب مقدس یا هولیوود و نمایانگر حکمت، دانش و تعقل است که با توضیحات ذکر شده همخوانی دارد. ب. در توضیحات آلبوم مریلین منسون ذکر شده است که چوب مقدس همان چوبی است که عیسی مسیح علیه السلام بر سر آن مصلوب شد. فلذا از دیدگاه شیطان پرستی مثل مریلین منسون، این چوب مقدس عیسی مسیح علیه السلام را از بین قوم یهود خارج کرد و این قوم را از گرویدن به مسیحیت نجات داد و آنها را به سمت فکر و ضمیر روشن ایلومیناتی رهسپار نمود. پس اژدها یا سرپنت انیمیشن از دید مریلین منسون شیطان پرست چوب مقدس صلیب است که ذهن یهود یا دو نیم کره مغز متزلزل شده را تکان داده و آنها را از گرویدن به عیسی مسیح علیه السلام نجات داده است و آنها را دانا و حکیم نگاه داشته است. جیم، در توضیحات آلبوم مریلین منسون ذکر شده است که چوب مقدس همان چوبی است که تفنگ لی هاروی اوزوالد قاتل جان اف کندی از آن ساخته شده است و او با این تفنگ مغز جان اف کندی ضد فراماسون و کاتولیک را در شهر دالاس در مدار 33 درجه مورد هدف قرار داده و از پا درآورده است. بدین ترتیب نماد اژدها یا سرپنت مذکور که به سمت دو نیم کره مغز نشانه رفته و آنها را متزلزل کرده است نیز با توضیحات فوق با چوب به اصطلاح مقدسی که به ادعای مریلین منسون مغز جان اف کندی را مورد هدف قرار داده است مترادف است. در مجموع می توان گفت که در تحلیل لایه‌های مختلف این بخش از انیمیشن ترادف افعی یا اژدها یا سرپنت با چوب مقدس هولی راد هولی وود و حکمت دانش و تعقل کابالیستی ماسونی نقش مهمی ایفا می نماید. البته کارگردان با زیرکی بسیار زیادی این موضوع را در انبوهی از لایه‌های پنهان قرار داده است تا مخاطب عادی به راحتی آن را در نیابد و صرفاً مخاطبان خاص که از قبل مد نظر کارگردان بودند بتوانند این سیگنال‌ها را دریافت کنند. اما در لایه پنجم مفاهیم کاملا متفاوتی نیز از دل این نماد قابل بازیابی و رمزگشایی است. وقتی نگاه مجددی به این المان می‌اندازیم، ما یک مغز را می‌بینیم که از وسط آن تصویری شبیه به صاعقه عبور کرده و این صاعقه دو نیم کره مغز را از هم جدا کرده است و در کنار آن نیز یک اژدها به چشم می‌خورد. آیا اینها ارتباطی با هم دارند؟ این یکی از نمادهای بسیار پیچیده این انیمیشن است که نیاز به توضیح طولانی دارد. در مفاهیم کابالیستی و ماسونی، کلمه صاعقه یا لایتنینگ کاربردهای متعدد و ظاهراً متفاوت اما همگرا دارد.
در درخت کابالا مفهومی به اسم صاعقه خلقت یا Lightning of Creation وجود دارد که کاملا توسط کابالیست ها شناخته شده است. درخت کابالا از 10 جزء به نام سفیروت تشکیل شده است که ادعا می‌گردد مسیر خلقت در دیدگاه کابالیستی و ماسونی از این سفیروت ها به ترتیب ویژه‌ای عبور می‌نماید. این مسیر در قالب عبارت Lightning of Creation یا Lightning Flash of Creation یا صاعقه خلقت بیان می شود که از سفیروت کثر یا تاج، کراون یا کرونا تا سفیروت ملکف پادشاهی از بالا به پایین رسم می گردد. این نوع حرکت در سفیروت های کابالا از بالا به پایین و ترتیبی که ملاحظه می فرمایید به حرکت نزولی یا دیسنشن یا اینولوشن نیز مشهور است. نوع دیگری از حرکت در سفیروت‌های کابالا با عنوان اسنشن یا صعودی نیز وجود دارد که از مسیر دیگری در سفیروت‌های درخت زندگی کابالا صورت می‌گیرد. در نهایت مدل دیگری از حرکت در سفیروت‌های درخت زندگی کابالا وجود دارد که به آن مدل ادغام یافته یا اینتگریشن می‌گویند که ترکیبی از مدل نزولی دیسنشن و اسنشن می‌باشد. بدین ترتیب در درخت زندگی کابالا مسیرهای مختلفی برای حرکت در بین سفیروت‌ها وجود دارد که مهمترین آنها مسیر نزولی یا دیسنشن است که به مسیر Lightning Flash of Creation نیز مشهور است. در لایه 5 تحلیل نماد صاعقه، مغز، اژدها در انیمیشن به این نکته به صورت پنهانی اشاره شده است که از نظر فراماسونری و ایلومیناتی درخت زندگی کابالا که به عنوان مجرای حکمت، دانش و آگاهی علوم سری یهودیان صهیونیست و فراماسونری شناخته می شود و با نماد اژدها و افعی یا سرپنت نیز کاملا مرتبط است، همراستا با جهت Lightning Flash of Creation و از مسیر تاج درخت کابالا یا کثر تا پایین ترین نقطه این درخت یعنی ملکف عبور می کند و موجب تراوش و تزریق حکمت و آگاهی از عالی ترین درجات حکمت کابالایی به ذهن و جسم انسان ها می گردد. تعبیر دیگر این ادعای ایلومیناتی و فراماسونری این است که همراستا با جهت Lightning Flash of Creation حکمت و آگاهی از تاج انسان کامل یا آدام کادمون به پایین ترین درجات وجودی خلقت تزریق می شود. بسیار جالب است که جهت صاعقه موجود در کلاس انیمیشن راستگرد بوده و دقیقاً با Lightning Flash of Creation درخت کابالا نیز همجهت می باشد که این مسئله بیش از پیش صحت فرضیه مذکور را تایید می نماید. به صورت جمع بندی شده باید عرض کرد که در لایه 5 تحلیل این نماد ایلومیناتی و فراماسونری تلاش دارد تا از طریق تعالیم شیطانی کابالا یعنی نماد صاعقه و اژدها مغزهای انسانها را متحول نموده و آنها را در جهت دستیابی به حد اعلای تعالیم ماسونی و شیطانی کابالا راهنمایی کند. البته این مسئله از طریق رسانه‌های بین‌المللی تحت سیطره فراماسونری و کمپانی‌های عظیم رسانه‌ای ماسونی صهیونیستی همچون هالیوود در حال انجام است. اما این نماد لایه 6 نیز دارد. در لایه 6 به واقعی اشاره می‌نماید که در آن با اسامی رمز صاعقه، اژدها و مغز قرار است کدها و سیگنال‌هایی به فراماسون‌های سراسر جهان صادر شود. متاسفانه زمان ارسال این کد سال 2020 میلادی و در جریان وقایع مرتبط با شهادت سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران و وقایع پس از آن بوده است. البته این موضوع در انتهای انیمیشن و در زمان بحث و بررسی پیرامون وقایع 2019 و 2020 میلادی و نیز پس از رمزگشایی در خصوص المان مهمی همچون پسر آبی به صورت مفصلتر مورد بحث قرار خواهد گرفت. لکن به صورت مختصر باید اشاره کرد که اژدها یا دراکو و نیز اصطلاحات پسر آبی، لوسیفر یا شیطان همگی تعابیری مشابه اما با الفاظ متفاوت هستند و صاعقه نیز با Lightning Flash of Creation مندرج در تعالیم کابالا و نیز هبوط شیطان از آسمان مرتبط است. همچنین توییت های مکرر و سخنرانی های پشت سر هم مسئولین فراماسون ایالات متحده آمریکا پس از حمله انتقامی ایران به پایگاه نظامی آمریکا در عین الاسد
که در آن مسئولین آمریکایی به صورت عجیب و غیر منتظره‌ای به عبارت ضربه مغزی و آسیب مغزی سربازان آمریکایی تاکید داشتند، همگی کدهای رمزی هستند که توسط رهبران و سران فراماسون حاکم بر ایالات متحده آمریکا برای سایر رهبران ماسونی دنیا صادر شد تا آنها را مطمئن کند که شهادت سردار سلیمانی عزیز که به دنبال عملیات صاعقه آبی یا بلو لایتنینگ به وقوع پیوست و وقایعی که پس از آن پدید آمد عملاً توسط دولت شیطانی آمریکا برای پیشبرد پروژه نهایی ایلومیناتی در راستای برپا کردن حکومت جهانی دجال یا آنتی کرایست در اورشلیم یا بیت المقدس صورت گرفته است. از سوی دیگر نمادهای صاعقه، اصطلاح صاعقه آبی، شهادت سردار سلیمانی در نزدیکی فرودگاه بغداد در مدار 33 درجه و همچنین شعار ماسونی کینگ کیل 33 که نام یکی از آهنگهای ساخته شده توسط مریلین منسون خواننده شیطان پرست نیز می باشد، مجدداً به توطئه جهانی در شهادت سردار سلیمانی و همرزمانش اشاره دارد.